نبض بازارهای مالی. برنامه‌ای از دکتر خشایار شجاعتی. دوستان و تماشایان عزیز سلام، وقت شما خوش. امروز شنبه 20 آوریل سال 2021 میلادی است. به یکی دیگر از برنامه‌های عمومی و همگانی نبض بازارهای مالی نگاه می‌کنید و برنامه این بار را به خاطر دو تا سوالی که چندین و چند بار در طی دو هفته گذشته سوال شده و مطرح شده، در واقع این برنامه رو به اون اختصاص میدیم. یکی در مورد ماشین‌های الکتریکی است، ماشین‌های برقیه، که چندین نفر در واقع اینجوری هم سوال مطرح کردن که با توجه به اینکه نفت داره تموم میشه و ماشین‌های برقی قراره جاشون رو بگیره الکتریکال، چقدر طول می‌کشه. سوال بعدی هم این بوده که با توجه به این همه پول‌هایی که داره مصرف میشه و خرج میشه و تزریق میشه به سیستم، چقدر تورم میتونه ایجاد بشه و چقدر بهره یا اینترست ریت میتونه بالا بره. پس بنابراین اجازه بدید با سوال اول شروع کنیم. در مورد این که همونطور که عرض کردم پرسیدن با توجه به اینکه نفت داره تموم میشه و ماشین برقی الکتریکال قرار جاشو بگیره، این چقدر وقت میبره؟ واقعیتش این است که علت این که ماشینای برقی قرار هست بیاد و جای ماشینایی که با بنزین کار میکنه بگیره، به این دلیل نیست که نفت داره تموم میشه. نه، نفت تموم نمیشه. کما که دورانی بوده در زندگی بشر معروف بوده به اسم عصر سنگ، عصر حجر، ستون ایج. منتها عصر حجر، عصر سنگ تموم شد، نه به خاطر اینکه سنگ تموم شده بود، به خاطر اینکه تکنولوژی های دیگری اومدن و بشر به تکنولوژی های دیگری دست پیدا کرد که تونست اون دوران رو پشت سر بذاره. رسیدیم به عصر مفرق، عصر آهن و و و همینطور دوران های مختلفی که از اون وقت ها بعد اومدیم. الان هم به خاطر اینکه قرار سراغ ماشین های الکتریکی برن، به این دلیل نیست که نفت داره تموم میشه. نه، به خاطر اینکه عوارض زیست محیطی است که این نوع سوخت فسیلی داره. یکی اینکه شاید بتونن تلاش بکنن به اصطلاح از تکنولوژی بیشتر و پیشرفته تر و بهتری استفاده کنن برای استفاده از رانندگی و ماشین. از این صحبت ها در این زمینه البته مسئله هزینه مطرح است، مسئله پولش مطرحه. یعنی اینکه مثلا شما اگه بخواید 1 کیلووات برق تولید بکنید، اگه بخواید از نفت یا از گاز استفاده کنید، چقدر پاتون تموم میشه برای 1 کیلووات برق؟ اگه بخواید از برق استفاده، معذرت میخوام، از انرژی خورشیدی یا باد یا چیز اینجوری، انرژی زمینی استفاده کنید، چقدر پاتون تموم میشه؟ تا به حال نظر هزینه انرژی هایی که بهشون میگن تجدید پذیر، رینیوبل انرژی، هنوز موفق نشدن با نفت و گاز رقابت بکنن. علت هم که میبینید بعضی از ماشین های الکتریکی هنوز تونستن تو بازار بمونن، نه به خاطر اینه که از نظر هزینه موفق شدند که با نفت و گاز رقابت بکنن، نه، دلیلش به خاطر معافیت های مالیاتی و امتیازهای مالیاتی که بهشون میدن. مثلا شما ماشین تسلا را اگه نگاه کنی که معروف ترین ماشین الکتریکی در حال حاضر هست و بوده، در واقع بالا ذره ذره رقبای بزرگتر و بیشتری داره براش پیدا میشه، به این دلیل دوام نیاورده که از نظر هزینه‌ای موفق بوده یا سودآور بوده اصلا. یعنی تسلا کمپانی است که دائم پشت سر هم داره ضرر میده، منتها به خاطر اینکه بهش معافیت مالیاتی میدن، کربن تکس به اینا میگن، یعنی به خاطر اینکه گاز کربن تولید نمیکنه، دولت بهشون پول میده، از این پولا رو استفاده میکنه و اینو جایی به اصطلاح درآمد و سود خودش جا میزنه. کما که این اواخر دیدید که آقای ایلون ماسک صاحب کمپانی چیز تسلا یه راه دیگری پیدا کرد برای اینکه بتونه پول در بیاره، چون از طریق فروش ماشین نمیتونه پول در بیاره، رفت بیت کوین خرید. و خب همه میدونن که اوضاع احوال دنیا طوری است که اگر آدمایی که اسمشون سر زبونه، مثل وارن بافه، مثل جورج سوروس، مثل ایشون، بپیچه و خبری پخش بشه که اینا رفتن فلان کارو کردن، بقیه هم میریزن همون کارو میکنن و قیمتو میبرن بالا
و ایشون هم این خبر داشتن، رفتن بیت کوین خریدن. بعد تا این خبر پخش شد که ایلان ماسک رفته بیت کوین خریده، همه شروع کردن بیت کوین خریدن و قیمت بیت کوین یهو پر در آورد و شروع کرد به شدت بالا رفتن. هدفشون چی بود؟ هدفشون این بود که موقعی که قیمت بیت کوین خیلی رفت بالا، بیان اینو بفروشن، اینو جای سود کمپانی تسلا جا بزنن. یعنی منظورم این که درآمد و سود کمپانی از فروش ماشین به دست نمیاد، داره از طریق معافیت‌های مالیاتی، امتیازهای مالیاتی که میگیره و کار اینجوری در واقع به دست میاره. دلیلش هم این است که هنوز از نظر هزینه‌ای این تیپ انرژی های آلترناتیو مدرن، مثل خورشید، مثل باد، مثل چیزای این شکلی، هنوز نمیتونه نظر هزینه ای با نفت و گاز رقابت بکنه. مسئله بعدی هم این است که اولا هر انرژی که شما مصرف میکنید باید یه انرژی صرف تولید شده باشه، یعنی با دعا خوندن که نمیشه انرژی تولید کرد. بنابراین همین انرژی که مثلا در ماشین های الکتریکی استفاده میشه، قبلا نفت و گازی مصرف شده، یه انرژی تولید شده، این انرژی ها رو بردن توی باتری ماشین های الکتریکی ذخیره کردن، ازش استفاده میکنن. و اینه که در واقع این نوع محاسبات رو باید توی هزینه در نظر بگیریم. به هر حال بر اساس صحبت هایی که شده و برنامه هایی که ریخته شده، قرار شده که تا سال 2050 در واقع به طور عمومی و کلن، حالا دیگه تک تکش نمیخوام بگم، ولی بیشتر به اصطلاح ماشین هایی که با بنزین کار میکنن از دور خارج بشن، با جاشون ماشین هایی که با برق الکتریسه کار میکنن بگیرن. منتهای مراتب تا بخوایم به اونجا برسیم، ما هنوز به یک پشتوانه از انرژی احتیاج داریم. یعنی یکی مسئله خود تولید انرژی است، یه تکنولوژی میخوایم که اونو تولید کنه. بعد مسئله انتقال انرژی است که از یه منبعی به یه منبع دیگه اینو منتقلش کنیم، و سوم مسئله ذخیره کردن، استوریج کردن انرژی هست. یعنی همونطور که گفتم یه سری انرژی باید مصرف بشه، برق تولید بشه، این برق تو باتری‌هایی ذخیره بشن که این باتری‌ها رو بذارن تو ماشین‌های الکتریکی ازش استفاده کنن. تا به اونجا برسیم که بتونیم کامل دیگه از نظر هزینه‌ای بصرفه و همه بخوان از ماشین‌های برقی الکتریکی از میخوام استفاده بکنن، مجبور هستیم از نفت و گاز استفاده بکنیم، مخصوصا تو 20 سال آینده و به ویژه و مخصوصا توی 10 سال آینده، یعنی تا سال 2030. و بنابراین اگر تا چندین سال دیگه، 5-6 سال دیگه، 6-7 سال دیگه، حداکثر 10 سال دیگه، یه وقت دیدید که قیمت نفت توی بازار به بشکه 300 دلار، حتی بشکه 400 دلار رسید، اصلا تعجب نکنید. و تو این وسط یک زمینه ای و چشم‌اندازی اتفاقا برای سرمایه گذاری تو این زمینه پیدا میشه، درست مثل همون داستانی که در سال 2000 بهتون میگفتیم، 99-2000، که طلا چه آینده خوبی خواهد داشت. طلا اونسی 251 که 2 دلار بود و بعد دیدی در سال 2011 به اون 3900 دلار خورده ای رسید. الان هم تازه بعد از این که قیمتش اومده پایین، اون 3700 خورده دلار هست، یعنی هر کس اون وقت خریده بود 6-700% سود کرده بود. الان هم ابزار و وسیله و راهی وجود داره که تا ما بخوایم به استفاده کامل از انرژی برقی برسیم، ماشین های برقی برسیم، یه راهی هست برای استفاده از انرژی های موجود که به نظر من ماکسیموم تو 10 سال آینده میتونه 500% بازدهی و سود داشته باشه. ممکنه خیلی زودتر این اتفاق بیفته، ولی فرض هم بر این میگیریم که نه، حداکثر تا آخرش هم بخواد طول پیدا کنه، میشه 10 سال اگه 500% بازدهی داشته باشه، یعنی راحت سالی 50% بازدهی و سود توش خوابیده. مسئله هزینه ها رو گفتم. یه نکته که باید توجه بکنیم، حالا مثلا به طور کلی صحبت از این میشه، باتری هایی که مثلا تو تسلا استفاده میشه 4 سال بیشتر دوام نمیاره. تو این 4 سال 32000 دلار با پول باتری بدین، حالا بنابراین میشه سالی 8000 دلار. بعد از اون دیدن حساب کردن کسی که میره از ماشین برقی استفاده میکنه، خب دیگه بنزین نمیزنه دیگه، درسته؟ با قیمت های بنزینی که الان توی بازار وجود داره، در سال معادل 576 دلار صرف جویی یا پس انداز میکنه، یا بنزین نمیخره، 576 دلار کمتر از جیبش پول میده. ولی از اون طرف حداقل با قیمت هایی که الان وجود داره، سال 2000 دلار با پول چیز بده،
معذرت میخوام، سال 8000 دلار باید پول باتری بده. ما حالا فرض کنیم که این تکنولوژی انقدر پیشرفت کنه و انقدر موفق بشه که 75% هم هزینه ها رو بیاره پایین، یعنی به ازای 8000 دلار بخواد سال 2000 دلار خرج باتری بکنه، باز هنوز 2000 دلار اینجا باید پول بده، ولی از این ور فقط 576 دلار میتونه صرفه جویی کنه، هنوز مقرون به صرفه نیست. به همین دلیل است که تا ما بخواد این ماشین ها بشه ازش استفاده ای بکنیم که از هر هزینه ای هم بیارزه، کمه 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 کم، خیلی 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 خوشبینانه اگر با آینده نگاه کنیم، حداقل در 15 سالی ما وقت لازم داریم. این چیزی نیست که شما فکر کنید یه سال نیم دو سال دیگه تمام ماشین هایی که با بنزین کار میکنن از دور خارج میشن و بعد جاشون ماشین های برقی میگیرن. نه، اصلا همچین اتفاقی نخواهد افتاد و بنابراین تو این فاصله تا ما برسیم به جایی که استفاده از ماشین های برقی مقرون به صرفه باشه و بیارزه در مقابل ماشین هایی که از بنزین استفاده میکنن، یه فاصله ای هست که تو این فاصله از شیوه ای و متدی از سرمایه گذاری میشه استفاده کرد که عرض کردم حداقل میتونه تو 10 سال آینده 500% بازدهی داشته باشه. البته ممکنه زودتر هم اتفاق بیفته، ولی حتی با فرض اینکه 10 سالم طول بکشه، یعنی سالی 50% بازدهی و سود خالص تو این زمینه خواهد داشت بدون کوچکترین دردسری. و این رو با همون قاطعیتی بهتون میگیم که در سال 2099-2001 راجع به آینده طلا و نقره باهاتون صحبت میکردیم. این مطلب رو داشته باشید. بینیم سراغ سوال دوم که مطرح شده. نبض بازارهای مالی. برنامه‌ای از دکتر خشایار شجاعتی.